السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیز من سوال کردن که آیا مردها در خواب زنده ها آمدن می توانن یا خیر عزیزان گران قدر وقتی که انسان از این جهان رخت سفر بسته می و آخرین رمق حیات خوده میکشه و ملک الموت می آید روحی از میگیره می گیره حساب کتابش از دنیا خلاص میشه دوسیه هایش بسته میشه و تمام چیزایش به خاتمه میرسه و او دیگه به این دنیا تعلق نداره خلاص شد این دنیا یک دنیای امتحان برش بود یک سفری بود که آمده بود اینجا امتحان را بتا و پارچه امتحان را عل بکنه که یا مشروط بانه یا ناکام بانه یا هی که کامیاب شود و در کامیابی هم اول نمره و دوم نمره و سیم نمره نمرات عالی و یا هر نمره ای را که نظر به معاملش گرفته برای از او اعطا شود بعد از اینکه از ای دنیا میره خلاص شد دیگه برای از او دیگه چیزی نیست عالم دیگر شروع میشه این عالم برزخ است عالم برزخ از روزی که نفر میمیره تا روزی که قیامت میشه و اسرافیل علیه السلام در سور میدمه که در سور اول تمام زندجان ها میمیرن و در سور دوم تمام زندج... مرده ها دوباره از قبرهایشان نشور میکنن اینا عزیز گرانقدر شما که سوال کردین جهان فرق میکنه با جهان برزخ با عالم معشر و با دنیای دیگر هر کدام از یک جهان خاص است هیچ کسی از عالم برزخ به این دنیا نیامده که داستان برزخ را بگوید الا احادیث صحیحی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما در کتب صحیح حدیث جمع شده برای ما رسانده گره که در مورد زید در پنج تا شش بخش ما صحبت کردیم که تقریبا صد دقیقه صد دقیقه صحبت کردیم که شما می توانین این کلیپ های ما را از تلگرام بشنوین در سرچ تلگرام برین دو جلشته کنین عالم برزخ خب در عالم برزخ انسان ها به او حالت که اونجا هستن یا در عذاب هستن یا در نعمت هستن انسان های مومن انسان های نیکو، نیکوکار انسان های صدیق انسان هایی که اونها در دنیا اعمال خوب انجام دادند به منکرات نچسبیده بودند و قبل از اینکه ملک الملک موت بیاید اونا توبه کرده بودند و بعد از او اصنات از خود بجا گذاشتند و انسان ها در نعمات هستند اما تمام نعمات روز آخرت به اونا نمی رسه شمه از نعمات بر اونا می و انسان هایی که اونا گناهکار هستند و اونا همیشه گفتن که برو سبا توبه میکنم باز جوان که شدم توبه می کنم به می شکل شیطان و نفس اینا را بازی داد و اینا را فریب داد تا که ملک الموت آمد جانها اونا را گرفت و اونا حتی مجال توبه را هم نداشتن اونها در عذاب هستند و عذاب هم به طور مکمل در عالم برزخ به انسانها ها نمی خب در برزخ طبقات مختلف است و هر انسان نظر به معمالش نظر به درجات ایمانش در طبقات مختلف از برزخ در اونجا می باشند و این معلوم نیست هزار سال دو هزار سال تا به مو اندازه که الله سبحانه و تعالی قیامت را بر مردم برپا می کنه تا اون وقت در عالم برزخ هستند در حقیقت عالم برزخ تونانی ترین عالم است که انسان در این دنیا مو 70 افتاد یا هشتاد سالی که عمر میکنه در مقابل عالم برزخ به کلی ناچیز است ای با مثل این است که شما در آسمان پر ستاره شما محتاب را ببینید و در کنار محتاب ستاره های خرد خرد و چوچک چونه ببینید این ستارک های خرد به مسابه اونمو زندگی دنیا هست اما انسان را میلان از او انسان را به مو نفس از او و شیطان قرین و انسان های شیطان صفت که در اطراف شستن او را فریب میتن و بایده دنیا میچسبن در حقیقت رسول الله میگوید صلی الله علیه و سلم الدنیا ملعونه دنیا ملعون است الله سبحانه و تعالی به دیده رحمت به دنیا نگاه نمی کند الا که و, و چیزی که در دنیا است ملعون است الا به ذکر الله الا کسی که زندگی خود به ذکر الله ذکر الله این ذکر صوفیا نیست از این قدر ذکر الله عبادت است نماز است قرآن است اطاعت است بندگی است و بنده بودن است در بند الله بودن است پس الا به ذکر الله و او معلم او متعلم یا کسی که دین به مردم میرسانه باز در صورت دنیا بر از اون ملعون نیست یا کسی که متعلم است و دین را از معلم دین یاد میگیره در این حدیث مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا را بسیار زیبا و مقبول تشریح کرده دنیا ملعون است دنیا لعنت شده چرا به خاطر که الله سبحانه و تعالی در این دنیا بندگان را گذاشته به او هوس داده و همچنان شیاطین را برایشان قدرت های داده الله سبحانه وتعالی تا انسان ها را مورد ابتلا و آزمایش قرار بده تا جوهرهای نایاب بالا بیاین و اونهایی که قابلیت پذیرش حق را ندارن قلب هایشان اونا مثل غلبه دوری در پایین بفتن ببینین عزیزان گرانقدر تعداد کسانی که در این دنیا به درجه می میرسد و یا به درجه مؤمنین میرسه خیلی خیلی کم و ناچیز است از ما خاطر الله سبحانه تعالی در قرآن میگوید که اکثریت انس و جن را ما برای جهنم خلق کردیم که این هم تفسیر بزرگی دارد که انشاءالله وقت بود در از ازی ما صحبت میکنیم پس در حقیقت اگر کسی که بندگی بکند دنیا برای از اون ملعون نیست اگر کسی که نمازهای خود را در وقتش ادا بکند حدود الهی را نشکند به موسیقی و طرب و با چیزهای منکر خودش را مصروف نکند دنیا برای از ملعون نیست در غیر از او دنیا ملعون است ما شما میبینیم که این عدیث مبارک ده این زمانه چقدر صدق میکنه چقدر انسان را ما میبینیم حتی در جامعه افغانی خودمان که به موسیقی و به آلات طرب چقدر علاقه دارند در هر خانه حتی فعلا با وصف که نظام تبدیل شده و به نام نظام اسلامی آمده اما مردم گرایش های قلبیشان به مو طرف منکرات هنوز هم هست پس این متوجه باشین نیزن که این دار دنیا به مثل یک دانه خردل به مثل یک دانه ریگ است در مقابل عالم برزخ عالم برزخ یک عالم بسیار وسیع و بزرگ است یک عالم بسیار دور و دراز است اونجا مرگ نیست و انسان به او حالت نیست که ای حالت باشد در حالت که ما در اینجا زندگی میکنیم آزادی داریم اختیار داریم اما چیز به دست خود ماست مختار هستیم الله سبحانه و تعالی نعمت خود مختاری را برای ما در دنیا داده اما اونجا نعمت خود مختاری نیست اونجا دیگه قانون است قانون الهی هست و اونجا ملک ها هست اونجا دیگه از جلو چشم انسان ها پرده ها برداشته میشه اونها باز حقیقت ها را درک میکنن اینال از عالم برزخ کسی نمیتونه که به عالم دنیا بیایه کسی نمیتونه که در عالم دنیا بیایه با کسی صحبت بکنه یا در خواب کسی بیا از کسی چیزی بخواید الا کسی که او به درجه بلند ایمان رسیده اما بنابر بعض چیزهایی که بوده بعض دینهایی که در گردن از او بوده بعض از حقوق بندگان که برگردن از او بوده یا بعضی از گناههایی که او از او توبه نکرده در عالم برزخ او رنج میبره او رنج میبره اگر الله سبحانه و تعالی بخواید که یکی از بندگان صالحی را که این نفر را میشناسه که بخوای الله سبحانه و که در خواب از او اون نفر زرق بکنه به مو که او باید قابل تعبیر باشه خواب که قابل تعبیر باشه پس در اون صورت اکثریت خوابهایی که مردگان در زندگی ما در خوابهای ما می آین اونا به است که مثلا یک مرده را شما می بینید که بسیار آلت پریشان داره از سر پایش عرق می ریزه و او در یک کفن پیچاندگی است در یک کالای سفید رنگ هست مثل کفن وری و او چرت میزنه یا ای که در بستر بیماری هست یا ای که در دستش سیروم است جگر خون است صحبت نمیکنه، کنه به ساز جگر خون است چون این خواب های به انسان ها زرق میشه و این هم مرحمت الله سبحانه و تعالی هست که هر کسی را که در دنیا بخواید این خواب ها را توسط ملک ها برش زرق میکنه تا به او شخصی که در عالم برزخ رنج میبره بر از او دعا بکنه بر از او صدقه بته یا اولاده یزیرا اون خبر بکنه و برشان بگه که برای پدرتان برای مادرتان دعا بکنید برای اونها صدقه بدهید مثل که کسی <تصفح> بود که او به بدعات خرافات روان بود و و او فوت کرد و او فوت کرد یک بار نه دو بار نه سه بار در خواب ما آمد بسار به آلت بود که او طلب دعا داشت و او می گفت که به اولادای ما بگو که لطفا راه ما را پیش نگیرن ما در, ما در خطا بودیم و ما همی پیام را برای اولادایشان رساندیم اینال دل از او که هرچی میکنن نمیکنن به این شکل اگر الله سبحانه و تعالی بخواید برای بنده از توسط ملک ها خواب رحمانی را زرق بکنه بله اما ای که خود نفر در خواب کسی به نخیه و ای را هم متوجه باشین که اکثریت اوقات که ما مرده آرا خواب میبینیم دو حالت است یکی حالت است که مو با مو انگیزه ما خواب میکنیم با افکار مو آدم خواب میکنیم در مورد از او فکر میکرده باشیم که ما خواب میکنیم یکی دوم شیاطین بعض اوقات مرده ها را در خواب انسان زرق میکنن تا انسان ها را مخشوش بسازن و اونها را با یک رای دیگر ساق بدن مثلا یک خواهر خوابی دیده بود که پدر از او فوت کرده بود و خواب دیده بود که پدر از او در جنت هست ساتش تیر است و گلاره میچینه ببینید جنت تا بالا کس ندیده هیچ چشمی ندیده بعض اوقات شیطان بعضی چیزها را در خوابهای انسان زرق میکنه و بعد از اینکه بعضی ای خواب دیدم که در جنت است باز یک نفر می جنت میکشه از جنت که میبره پاسی را آتش میندازه و این خواهر قدر پریشان بود که شب روز گریان میکرد که پدرم از جنت کسی کشید دا آتش انداخت این خلاف سنت الهی است عزیزان گرانقدر قدر چون این خواب ها نباید تعبیر شود چون خواب خوابا نباید به او ما بکنیم این فقط شیطان میخواه که ایره انسانها را به این شکل روزشان ها، لحظاتشان ها خراب بسازه و اونها را جگر خون بسازه پس این بود نکات مهم در باره خوابها و همچنان درست نیست که انسانها خوابها را زیاد تعبیر بکنن بخاطر خاطر که در بسیاری از اوقات ای بمانند پیشگویی میشه و و احسن است که خوابهایی که انسان میبینه به خودش نگاه بکنه دوم ای که اگر خواب میبینه که سبب رنجش خاطر از این میشه جگر خون میشه ایرا را بدانه که خواب از شیطان است چرا الله سبحانه و تعالی بندگار خود را ایج وقت جگر خون نمیسازه خفه نمیسازه و ای شیطان است که انسانها را به از طریق خواب همیشه دیگر خود میسازد و اینا را غافلگیر میکنه و اینا را غول و فرید میده الله سبحانه و تعالی من را ببخشد رویشان را شاد بگرداند و جنت الفردوس را نصیبشان بکند آمین یا رب العالمین